هویت ملی مجموعه ارزش‌های متعالی است که یک ملت در جریان تاریخ هستی خود در سرزمین مشخص به جا گذاشته است. و تاریخ ملی ما، یعنی تاریخ کشور ما، یعنی آریانای دیروز و افغانستان امروز، قدیمترین تاریخ جهان است. چرا تاریخ ما از تمدن ویدی، یعنی قدیمترین تاریخ جهان شروع میشه که از چندین هزار سال قبل سینه به سینه به قسم اسطوره به اولاد آریایی رسیده و بعد از او در 3000 تا 5000 سال قبل از میلاد ایده تحریر در آمده و به دسترس ما قرار گرفته. یگانه پروفیسر محترم و آقا عالیه که تاریخ قبلی ما را روشن ساخته، پروفیسور احمد علی کوزاد است. من بعد از تقریبا 50 سال مطالعه در تاریخ افغانستان به این نتیجه رسیدم که تاریخ اصلا باید به کردار یکی چند نفر محدود که بعیث زماندارا بوده باید محدود نشود، بلکه تاریخ ملی کشور باید، تاریخ تمدن‌های کشور باید به میان بیاید و بوده که ما از او بیخبر بودیم و غربی‌ها قصداً او رو سو کرده، چنانچه یا افغانستان قبل از احمد شاه بابا یا نیمش جز ایران و نیمش جز هند شمرده، در حالی که هر دو کشور از این سرزمین یعنی از آریانا رفتن و تحت نفوذ و تسلط آریانا بوده و آریانا از خود جغرافیه و حدود معین داشته به اساس تمام اسناد تاریخی یونانی، مصری و دانشمندای مثل استرابو، اراتوتینس و چیز جغرافی نگارای مثل پتموس و غیره بوده که از اینجا به طرف هند و غرب تا اروپا رفتن و این نژاد ایایی سرزمین که بین کوههای پاراپامیزاد که هندوکش و بابا و می سلسله و تا سنده به نام آریانای یاد می شد و مردمش خود آریان می گفتن، اینا حدود جغرافیایی خاص داشتن و وقتی که در 1936 انگلیس ها به چی در هند کتاب سانسکریت تحت مطالعه قرار گرفتن، متوجه شدم که در اینجا می دانشمند های غربی به صورت عموم تنها انگلیس نه، یا متوجه شدم که در این کلمات است که در کشورهای خودشان می بینن. بالاخره به این نتیجه رسیدن که سانسکریت یا آریایی ها از این سرزمین، یعنی از آریانا ویجه یا پامیر ما، از اینجا چیز کرده رفته. چرا لسان سانسکریت از ریگوید جدا شده، یعنی لسان ریگوید بوده و ریگوید در امی منطقه یا دانش شفایی در امی منطقه بین هندوکش و سند نوشته شده که از اینجا به بعد باز به طرف هند گرفته، به لسان های دیگه هندی تبدیل شده و به طرف غرب گرفته، به لسان های دیگه، اول به لهجه ها و باز به لسان ها چیز شده. از این خاطر ایره تمدن هند اروپایی میگن، یا نژاد هند اروپایی که از هند شروع تا اروپا را، آخرترین قسمت اروپا که انگلستان و آیرلند و اینجا باشه میرسه. ریگویدا که اصلا در می کابل زمین نوشته شده، یعنی از هندوکش تا سند است و قدیمترین کتاب نوشته ای جهان است. و چیز ما از این کتاب استفاده کردیم به صورت عمومی، لیست شوال برتون پیش میکنم که یعنی چیزایی که ما بعد از این به صورت مختصر نوشته کردیم و برتون خود خواندم، او از این کتاب استفاده شده. اول ریگویدا، ما
با مقدمه دکتر تاراچند، فیلسوف معروف و مورخ مشهور هند. کتاب آوستا، یعنی از گاتها، ویندیداد و غیره کتاب های آوستایی. سیم، کتاب تاریخ هرودوت، پدر تاریخ غرب. چرا تاریخ غرب میگم؟ اونا تاریخ جهان میگن، در حالی که هرودوت در 429 قبل میلاد زمان هخامنشیها زندگی میکرد، در حالی که ریگویدا در 3000 سال قبل از میلاد نوشته شده. بنان کسی که تاریخ ریگویدا رو نوشته کرده پدر تاریخ گفته میشه، نه اینا. و من تعجب میکنم که چرا اینا قبل میلاد و بعد میلاد میگن، یعنی تاریخ مذهب خود اساس قرار دادن، در حالی که باید شروع از قدیم ترین نوشته که ریگویداس میشد که تا امروز 5000 سال ریپوره میشه. خب به هر صورت تاریخ هرودوت، پدر تاریخ غرب، تاریخ هند، چهارم تاریخ هند رومیلا تاپور نوشته کرده، پنجم تاریخ تمدن ویلدوراند، ششم تاریخ تمدن رولاند تاینبی. نگفته نمانه که تاینبی در 1329 در کابل آمده بود و من به میسنای 15 یا 16 ساله بودم و نو تاریخ میخوندیم. در این وقت من برای یک دوستم رفتم در مپان ننداری که اونجا تالار ملی باشیم، رونالد چیز تاین بی در اونجا چیز میکرد، کنفرانس میداد و همی جملهش در یادم است که گفت افغانستان تقاطع تمدنهای جهان است و قدیمترین موزیم شما قدیمترین موزیم جهان یا پرارزشترین یا سابقه ترین آثار در اونجا وجود داره. و مذاقم کرد که کوزاد یک از آثار قدیمی از این چیز است، یعنی به تعریف احمد علی خان کوزاد معرخ معروف ما ایره گفت. دیگه افتم تاریخ فلسفی تاریخ تاین بی که پازرگاد خلاصه کرده، هشتم تاریخ 10000 سالی ایران، نوم نگاهی به تاریخ جهان نیرو، دهم تاریخ ویلیام دوپری، یازدهم تاریخ هرودوت ترجمه راولسن از کتابخانه هانزبی، دوازدهم گرشاسپ نامه اسد توسی که این تقریبا 1000 سال قبل نوشته شده، یعنی سنه 330 و چند. سیزدهم تاریخ مروج ذهب مسعودی که یوم به حدود، یعنی در حدود 334 35 هجری نوشته شده. دیگه چیز چهاردهم تاریخ مکمل کوزات جلد اول دوم سیوم که نظریات دارمستتر و دکتر ترامپ و اینا کلش هست. پانزدهم گرشاسپ یا گرخشت پروفیسور احمد علی کوزاد. تاریخ دیگه شانزدهم تاریخ افغانستان عبدالله حبیبی. دیگه فلسفی تاریخ نوین دکتر پازرگاد. هجدهم کتاب رفرنس زبانهای قدیم از کتابخانه کسل هد. بیستم تاریخ نژادهای قدیم از کتابخانه کسل هیل. 21 تاریخ تبری، 22 تزوک بابری و بابرنامه، 23 مروج ذهب مسعودی باز شده، 25 24 شاهنامه فردوسی، 25 کتاب حدود العالم المشرق و المغرب اینا استفاده شده.